روشنگر مضاعف ابری در سایه سار کوکب کوچک و آفتاب تارک مرتوبت انوار عصمت است که جاری است. شاید تمام شعر تو بودی ای ماتم همیشه من، این شیر خشمگین به لب آخفته می داند رزم شراب را در جامهای بادیت و نور. لیلا، این موجهای قرمز مأیوس را باور نمی کنم زیرا تمام شعله تو را می سرود. در سایه سار کوکب کوچک، در نشئی که خوب تو بودی، مقتول مشرقی رو در هجای ماندن کرده است و با صدای مضطربش در کوچه های گرم نگاهت سرود می خواند. آیا حلب لطیفترین گوشه های چشم تو بود؟ در ساعت ملایم یک عصر اتفاقی لیلا تمام حادثه شد و قیس راه چادر شب را در اشتیاق حادثه گم کرد. آیا نفوذ وسوسه‌ات سینه مرا آتش نمی زند؟ با نرمش نسیم از کوچه های هله می آید غزل به لب، شهری میان وسوسش دست بر دعا. آیا شب هزار و یکم میرسد ز راه؟ علیرضا نوری‌زاده، دوشنبه 18 دی ماه 7 ژانویه به شما سلام میکنه و تبریکی دارم برای مسیحیان شرقی، ارمنی ها که سال روز میلاد مسیح رو در این روزها جشن میگیرن. دیدم در مصر آقای محمد مرسی به جشن میلاد مسیح در بسیار کاتدرائی بزرگ قبطی ها نرفتن، نخست وزیرشون هم نرفت. آقای قندیل، اسلام ناب انقلابی محمدی. باری چند نکته مهم رو باید بهش اشاره بکنم قبل از اینکه بپردازم به نطق اسد و به تحولات و رویدادهای منطقه و آنچه پیش میآید. آقای فرزندان آقای موسوی خانم رهنورد تقاضای رفع حصر ازشون رو کردن. این کار رو عملی نمیکنه سید علی آقا، حداقل او میخواهد که التزامی بگیره، تعهداتی داشته باشه که توی انتخابات سخنی از موسوی که حقش خورده شده و آرایی که به او داده شده مصادره شده و همطور آقای کروبی که 7 میلیون رأیش تبدیل به 300,000 شد، او التزاماتی رو از اونها می طلبد. اما در این حال باید به چند نکته دیگه هم اشاره کرد. اولا حالا احمدی نژاده که گریبان مجلس رو گرفته، آقا من میخوام بیام اونجا و جلسه خصوصی بگذارم و حرفامو بزنم. از اون طرف آقای لاریجانی یه دفعه نمیدونم لبو خوردن صبح چه جوری شده، متوجه شدن که بسیاری از فسادها دستگاه امنیتی، مدیران اطلاعاتی اینا توش دست دارن. خاتمی بدبخت اون وقتی که اومد به وزارت اطلاعات بخشنامه کردن که وزارت اطلاعات حق مداخله در امور اقتصادی رو نداره، ولی این در واقع جوازی بود که آقای رفسنجانی داد بهشون، گو برن وزارت خونه خودشون پول تولید کنن خرجشون رو درارن. فلاحیان هم با استناد به این توصیه آقای رئیس جمهوری وقت رفت و تمام وزارت خونه رو آلوده کرد و به گند کشید. اما اسم فلاحیان میاد، من چند نکته رو میخوام براتون بگم، اینا رو بهش دقت بکنید، تأمل بکنید. بس بر سر زندگی خصوصی افراد نیست، من کاری به زندگی خصوصی افراد ندارم، اما معلمان اخلاق رو میخوایم راجبشون صحبت کنیم. آقای عباس علی علیزاده در مشهد رئیس دادگستری بود و دادستان بود و همسر یکی از مقامات بلند پایه شهر که حالا
طرفدار جمهوری اسلامی نمیتونم بگم بود، ولی به هر حال یه آدم تکنوکرات درجه یک بود، به همین دلیل هم یه پست خیلی مهم داشت. حالا ایشون با خانمش اختلافاتی پیدا کرد و اینا، و همسری هم داشت بسیار مهذب و محتشم و از خانواده خیلی سرشناس. این خانم رفت تقاضای طلاق داد و بعد مسائلی پیش اومد و شوهرم به هر حال وضع مالیش خوب بود و ایشون تقاضا کرد که مهریه‌اش پرداخت بشه به اضافه نفقه، فرزند داشتن، هزینه بچه ها. آقای عباسعلی علیزاده به این خانم گفتن که در فلان روز فلان ساعت تشریف بیارید به دفتر بنده، من این کار رو براتون حل میکنم. حالا عباسعلی علیزاده در مقام، حالا در گذشته در زمان شاه، رؤسای ادارات شب با هم دوره داشتن، رامی بازی میکردن، پوکر میزدن با هم بودن، خانوماشون هم یه طرف دیگه با هم رامی میزدن و نمیدونم گپ میزدن و غیبت میکرد. در زمان جمهوری اسلامی البته دوره ها برقرار منتها به صورت دیگه، یا پای منقله یا اینکه دوتاییه که از دیگران از اسرارشون سر در نیارن، مثلا رئیس دادگستری با رئیس اطلاعات با همن، یا اگر به صورت جمعی باشه دوره هم میشینن، خانوما با چادر چاخشور یه طرف، آقایون یه طرف، و مشغول حرف میشه. آقای عباسعلی علیزاده خانم رو دیده بود و از میدونست چقدر زیباست و از شأن و جایگاه خانوادگی او هم با خبر. خانم بی خبر از هر چیز با این عنوان که آقای حجت الاسلام علیزاده ایشون رو داره میبینه، این علیزاده دو تا برادر فاسدن در دستگاه قضایی مملکت، پاشد رفت دیدن ایشون. وارد دفتر که شد دید رئیس دفتر آقای علیزاده خیلی مشتاقانه منتظرش و در رو باز کرد، ایشون رو کرد توی اتاقی که چسبیده بود به اتاق آقای عباسعلی علیزاده و در اون اتاق رو بست، گفت شما تشریف داشته باشید تا حاج آقا بیان. خانم رفت در اون اتاق نشست، در رو بستن و بعدم یکی رو صدا زدن، چایی آورد براشون، متا چایی رو از در دیگری آورد که از اتاق آقای علیزاده بود. بعدم یه رو بعد نیم ساعت بعد آقای علیزاده اومد و بدون عمامه و بدون عبا، با یه قبا آمد و خلاصه بعد از یه ده دقیقی منظور پلیدش رو گفت و به خانم گفت که اگر تسلیم بشی من حکم طلاقتو همین الان میدم و تمام امتیازاتم براتون میگیرم و هر چی هم بخوای برات میگیرم. خانم برای اینکه این بیشتر خودشو نشون بده، ابتدا مثلا یه حالت تردید به خودش گرفت و یک شکلی که انگار مثلا داره تأمل میکنه، داره فکر میکنه، ولی این درست به اوج اون وقاحت که رسید، یعنی در اون نقطه رسید که دیگه راحت دستشو بلند کرد که تعرضی بهشون بکنه، بانو پاشد اومد با تهدید از دفترش بیرون و رفت پیش همسرش که میخواست جدا بشه و داستان رو تعریف کرد. حالا این ماجرا منجر شد که این زن و شوهر از هم جدا نشن و همسر او رفت و جلوی همه کشیدهی به علیزاده زد و بعدش هم سر و صدایی که بلند شد، سه چهار تا از کارمندان دادگستری آمدن که همچی رفتار این با همسران اونا داشته و بعد یکی از بستگان نماینده ولی فقیه آمد و معترض شد که آقای علیزاده به او تعرض کرده و ناچار برای که گندش در نهایت علیزاده رو سریع اووردنش به تهران، چون در مشهد خیلی سریع دیگه همه می دونستن. آقای فلاحیان در کنار تمام آبروریزی هایی که کرد، قصه خانم فاطمه قائم مقامی که من به تفصیل در اون کتاب هایی که راجع به قتل های زنجیری بعد در فلاحیان مدی برای همه فصول جنایت نوشتم، ایشون خانم فاطمه قائم مقامی مهماندار بود و این آقا آمد و این خانم رو که به عنوان مهماندار کار میکرد
آمد و برداشت، یعنی در واقع آمد و او رو از یک پرواز دستور داد، گرفتن اووردنش پیشش و شروع کرد باهاش صحبت کردن. و به هر روی این خانم هم در یه شرایط بحرانی تو زندگی خانوادگیش بود با 3 تا بچه و با این خانم ارتباط برقرار کرد، خانه هم برای ایشون در شمیران تهیه کرد و این خانم اونجا بود و محل عیش حضرت آقا بود در اونجا. و اونجا بود که فلایان از این خانم که ادعا میکرد بهش عاشقانه علاقمنده استفاده های ناروا کرد، از او استفاده کرد برای انتقال مواد مخدر به اروپا، برای جاسوسی و خیلی کارهای دیگه. و زمانی که خبردار شد این خانم در صدد خروج از ایران، به اتفاق یکی از همکارانش که به هم تعلق خاطری داشتن، یکی از خلبان ها، آقای فلاحیان سعید امامی رو مأمور کرد در بازگشت خانم قائم مقامی از یک سفر، خواهرش بهش گفت همینجوری تلفن زدن با تو کار دارن و او اصلا فرصت نکرد لباسش رو عوض کنه، تلفن زنگ زد، سعید امامی بود، گفت حتما بیا پاسداران، آقا میخواد ببیند. و با هم در یک کوچه پشت وزارت اطلاعات قرار گذاشتن و رفتن به اونجا و معلوم شد که آقای تلفن همینطوری زنگ میزنه، بندم بستمش ولی به هر حال از قاهره است. رفتن به در اون محل قرار، خانم اومد در ماشینش نشسته بود، آقای سعید امامی خودشون در ماشین نشستن و بعد از چند دقیقه گلولهی به مغز ایشون شلیک کرد و او رو کشت. که خود سعید امامی در صفحه 14 اعترافاتش میگوید، به این مسئله اشاره میکنه و همینطور میگوید که ارتباط آقای فلاحیان با این خانم در چه ابعادی بوده و چه جوری بوده. و باز خودش اشاره میکنه که این ارتباط یک ارتباط نامشروع و حرام بود که آقای فلاحیان با یک بانوی شوهردار برقرار کرد. اینم از میزان ایمان و اعتقادات وزیر اطلاعات ولی فقیه، عضو مجلس خبرگان و مشاور آقای خامنه‌ای در امور امنیتی. میایم حالا به مورد بعدی. حالا موارد متعددی اینا اصلا اول داشتن، موارد متعددی از همجنسگرایی، بچه هایی رو گول زده بودن، فریب داده بودن، خیلی موارد متعدد داره. ولی بعد چیزی که برای من جالبه، خسرو خوبان. من خسرو خوبان رو کاملا براتون تشریح کردم در گذشته و او انقدر دست من عصبانی بود، در یه سخنرانی در مشهد چرندیاتی سرهم کرد علیه من گفت که خنددار بود، مضحک بود. ولی خسرو خوبان به خاطر اون دوران جوانیش در حوزه و اسامی که برای گذاشته بودن، بعدن ناچار شد بره اسمشو عوض کنه و وام از روح الله مصطفوی گرفت، از آقای خمینی، اسم روح الله و فامیلش هم حسینیان. علی رغم اینکه تغییر اسم و فامیل در ایران بسیار سخته، مال ایشون رو 2 ساعته جور کردن، چون رئیس مربوطه اون اداره در قم از آقایون آخوندایی بود که قبلا ارادت قلبی به آقای خسرو خوبان داشتن. آقای حسینیان در مرکز اسناد جمهوری اسلامی یا اسناد ملی، در اونجا عده‌ای از بانوان بسیار خوشروی با حسن منظر اینها رو به استخدام کرد و مطابق گفته 2-3 تن از اونا از همون ابتدا هم تکلیفش رو روشن کرد که بنده علاقه مندم برای اینکه حلال باشیم و مشکلی پیش نیاد شما رو متعه کنم، صیغه کنم. و 7-8 تاشون رو صیغه کرد و معمولا هم در روزهای خاص صداشون میزد که امروز تشریف ببرید، کلید آپارتمانی هم داشت و میداد که اینا میرفتن. اما ماجرای اخیر ایشون نهایت دناعت و شهامت اخلاقی است و نشون دهنده این که این آخوندها به هیچ چیزی پا
پایبند نیستن، هیچ چیزی برای اونا اهمیت نداره. شرافت خانوادگی، اون حسن یا حسانتی که بانوی همسردار شوهردار داره، هیچ برای اونا مهم نیست. قصه به این جور بوده است که آقایی از افراد سپاه، درجه بالایی هم داره، ایشون به رفت و آمدهای همسرش مشکوک میشه. باز همسر زیبایی داشته و همسرش یه مدت کوتاهی به عنوان محقق پژوهشگر در مرکز اسناد اسلامی روی دو سه تا فایل کار میکرده. همسر سعید امامی هم یه مدت اونجا کار میکرد، خانم فهیمه نوگرانی اونجا بود. این آقا میبینه که اولا همسرش پولهای کلانی به خانه میاره و هر بار میپرسه خانم میگه که پژوهش کردم. در اونجا برای پژوهش پول خوب میدن اگه پژوهش خوب درست بکنه. یک روز این آقا به دنبال حالا هر چی نمیدونه سراغ کیف بانو میره و در اونجا چکی میبینه به نام آقای روح‌الله حسینیان که زهرنویسی شده منتقل به خانم به مبلغ 5,000,000 تومان. و بعدم آدرسی میبینه و دست کلید. خلاصه پیگیر میشه، یقه خانمشو میگیره و داد و بیداد. و بعد که خبردار میشه پا میشه میره مجلس. افسر سپاه و اصلا هم به کمرش آقای فلاحیان که آقای حسینیان که میفهمه فرار میکنه. چند روزی به مجلس نمیره، چند روزی هم به مرکز اسناد نمیره و بعد کسی رو واسطه میکنن بره با این افسر صحبت کنه که آقا اینجوری نبوده، اشتباه میکنی، ایشون به خاطر کار ارزنده خانم و پژوهش درجه یکش از این پولا داره میده، ولی از این خبرها نیست. چون واقعا در همون مرکز یا مرکزهای دیگه من چقدر میدم به جوان فارغ التحصیل دانشگاه که تحقیق راجع به موضوعی بکنه، ولی در مورد این خانم آقای حسینیان خاتم تایی بوده و دست بخشنده بزال باز که هرچی این بانو میخواسته بهش میداده. به این صورت میخوام بگم که الان این آقا هم باز در معرض شکایت و غیره است. هفته پیشم باز نماینده مجلسی رو دیدید که بانوی شکایت کرده بود که ایشون بهش تعرض کرده. اون مال رئیس دانشگاهشون، اون مال امام جمعهشون، اون مال حلالی مدداهشون، اون مال حدادیان مدداهشون که حرفای رکیکی رو که میزنه تو اون نوار پشت آدم میلرزه. یعنی یه آدم بیدینم به اون گوش بده ناراحت میشه از اهانت‌هایی که او به دین و آیین و افکار و اندیشه‌های مذهبی مردم می‌کنه. و اینا می‌خوام بهتون بگم اینا چون اعتقاد ندارن به چیزی، باور ندارن، برابری همه چی براشون توجیه پذیره. در عصر طاغوت مردم یه ضوابط رو رعایت می‌کردن. شما جوان‌ها برید از پدر و مادرتون بپرسید. یه ضوابط خاصی بود. آقا اخلاق حکم می‌کرد شما هر چقدرم دونجوان بودی نگاه به هم زن شوهردار نکنی، یا بالعکس یک ضوابط و روابطی رعایت میشد در شؤونات خانوادگی. در جامعه ضوابط و روابط تابع باز یه نظم و قانونی بود. روابط همینجوری شله ها به این صورت نبود. گفتم یه بار براتون گفتم عشق یه تجلی و معنای دیگری داشت. فیدون مشیری میاد اون شعر کوچه رو میگه که هزاران تن باش عاشق میشن و اینو میخونن، نامه عاشقانه میده سر راه مدرسه. الان اصلا داستان غیر از اینه. یعنی الان چیزهایی که نسل جوان برای من تعریف میکنن سوت از سرم بلند میشه، نمیتونم باور کنم. و اینا همه از برکات حکومتیست که دین رو مصادره کرده و به اسم خدا دروغ میگه، جنایت میکنه، فساد میکنه.
اینم یه نمونه از حجت الاسلام های که با هنک و تحت هنک میزنه. واقعا قشنگ گفت حجت الاسلام کلک میزنه. درنگ کوتاهی میکنیم و باز میکنیم. قسمت نشم ببینم خدا نگهداری کنم، فرصت نشد بمونم و از تو نگهداری کنم. گفتم اگه ببینم دل کندنم سخته برام، اگه یه وقت بگی نرو رفتن فراز درد برام. گفتم صدا تنش نبود نگم از پیش کنم، پشت سرم زاری نکن چی کار کنم مسافران. من میرم ولی باز تو بدون همیشه یاد تو از خاطر من فراموش نمیشه. گل من خوب میدونی بی تو تک و تنام عزیزم، اگه تو نباشی تلش بخون گریه نکن یام طاقت بیار. نامه رو خط خطی نکن دو جمله رم هم دوام بیدم باور نکن یه بی بخون. نامه میذارم و میرم نه قسمت زندگی بیرم به کی بگم مسافرم. خاطر ما پیشه باشه تموم خاطر باشه خدا نگه دارم باشه.